خانواده چهار زندانی اتریشی و آلمانی در ایران در نامه‌ای از وزیران خارجه اتریش و آلمان درخواست کردند آزادی آنها را در جریان گفتگوهایی که با ایران در جریان است دنبال کنند. خانواده‌های ناهید تقوی، کامران قادری، مسعود مصاحب و جمشید شارمحت از وزیران خارجه آلمان و اتریش خواستند در مذاکرات با ایران حقوق بشر را در اولویت قرار داده و در پی آزادی شهروندان خود باشند. همکارم کامبیز توانا گزارش می‌دهد. این نخستین بار است که خانواده این شهروندان آلمانی و اتریشی در اقدامی مشترک درخواست خود را دنبال می‌کنند. As you know, Cameron is now for more than 6 years and 3 months in Iran in detention. همان گونه که می‌دانید 6 سال و 3 ماه است که کامران در زندان است و ما منتظر اقداماتی از سوی دولت اتریش بودیم و فکر می‌کنم تلاش خود را می‌کند که به ما کمک کرده و کامران را هم آزاد کند. ولی به نظرم بهتر است با دیگر کشورها هم که شهروندانشان در ایران در زندان هستند هم همکاری کنیم. همسر کامران قادری میگوید نمونه های قبلی آزادی گروگان ها در ایران نشان میدهد همکاری گروهی مؤثرتر است. ما شاهد بودیم که دیگر زندانی ها در بریتانیا یا آمریکا با هم فعالیت کردند و شهروندانشان آزاد شدند. ما هم از اتریش و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی که کسی از آنها در ایران غیر منصفانه به زندان افتاده فعالیت کردیم و باور دارم اگر با هم همکاری کنیم توانایی خواهیم داشت تا این شهروندان را آزاد کنیم. خانواده ناهید تقوی، جمشید شارمحت، مسعود مصاحب و کامران قادری این نامه را امضا کردند. در حال حاضر افرادی چون عماد شرقی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی، شهاب دلیلی شهروند ایرانی دارای اقامت دائم آمریکا، احمد رضا جلیلی پژوهشگر ایرانی سوئدی، فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و بنجامین بریر گردشگر فرانسوی در ایران زندانی هستند. کامبیز توانا، صدای آمریکا.